خب بینندگان عزیز، با سلام به شما برنامه رو شروع میکنیم. ممنونم که باز هم با ما هستید، یا اینکه این برنامه ها رو در بازپخش و یا در بایگانی میبینید. از دوستانی که لطف کردن بعد از برنامه پیغام گذاشتن ممنونم، از دوستانی که در حین برنامه پیغام گذاشتن ممنونم، متشکرم. و امروز سه شنبه 29 دسامبر 2015 برابر است با 8 دی ماه 1394 و این برنامه به صورت فوق‌العاده، یعنی یه چیزی به اضافه برنامه‌های خودمون، از تلویزیون رنگارنگ هر روز ساعت 12 ظهر پخش میشه به وقت نیویورک و واشنگتن و شما میتونید در حین برنامه یا در موقع بازپخش شبانه روز هر وقت که دلتون خواست تماس بگیرید و پیام بذارید و ایمیل بفرستید و نظرات خودتون رو بگید. به قول دوستان یک کاری انجام بدیم، همین که هممون بشینیم و دعا کنیم یه نفر بیاد برامون کاری انجام بده، فکر نمی کنم چیزی به اصطلاح کمکی به حال ما بشه یا کاری انجام بشه. میدونید که توی ماه فوریه انتخابات ایران هست و جالبه که 12,000 نفر ثبت نام کردن برای این 290 صندلی که در مجلس شورای اسلامی است. آقای روحانی هم گفته که امیدوارم 290 صندلی رو افرادی که با ایشون هستن یا موافق ایشون هستن بگیرن که لابد دیگه کارشکنی نشه و هر کاری این آقا دلش میخواد انجام بشه. جالب اینه که یکی از دوستان قدیمی که چند مدتی ازش خبری نبود و احتمالا ما رو از تلویزیون رنگارنگ میبینه و اینها، دیشب برای من یک ویدیوی فرستاد از آقای خاتمی. میدونید که آقای خاتمی به عنوان سید خندان معرفی شد، چون با خنده سر میبرید. همه میگن با پنبه سر میبرید، ولی ایشون با خنده سر میبرید. ایشون کسی هست که خیلی با زبان ملایم و اینها، میدونید اصلش فکر کنم مال یزده، یه لهجه‌ای هم داره مثل من که لهجه شیرازی دارم، و آمد و رئیس جمهور ایران شد و همه خیلی خوشحال شدن. آقای رضا پهلوی اینجا ذوق کرد که بله گورباچوف آمده که حکومت جمهوری اسلامی رو از بین ببره و ایشون رو ببره بذاره اونجا بشه شازده، بشه ولیعهد، بشه شاه. ولی همه اینها چی میگن، افسوس که خوابی بیش نبود. همین آقای خاتمی اصلا میخواستم ویدیو رو بذارم، بعد گفتم چرا ما دانسته یا ندانسته برای اینها تبلیغ کنیم. همین که 3 دقیقه ما وقت برنامه رو به اینها بدیم، این آمده اون کاری رو که خواسته انجام میده و اون کاری که میخواد اینه که باز خیلی زیرکانه، خیلی با یه صدای چیز، یک قطره اشکی هم در چشمش آمد و که بله مردم آمدن به من گفتن تو بیا، حالا که من میخوام بیام، اگه میخوام بیام همین یه مقدار پولی کمی که دارم و یه مقدار آبرو زیادی که دارم این رو میخوام ریسک کنم چنین و چنان. ولی اگر برید روی گوگل یا یوتیوب و اینها تایپ کنید، بنویسید که خاتمی و خاتمی اتکینگ استودنتس، یعنی حمله خاتمی به دانش آموزان، به دانشجویان، نه اینکه با مشت و لگد افتاده به جونشون، ولی توی تظاهرات توی دانشگاه وقتی مصاحبه میکنه و میره صحبت میکنه، دانشجوها اعتراض میکنن و این آقا میگه ساکت باشید و اگر نه تهدید میکنه که میگن بیان بگیرن ببرنتون بیرون از اینجا. خب همه میدونیم از اینجا ببرن بیرون که اینجوری نیست که اینو ببرن بیرون آزادش کنن دوباره برگرده تو، میگیرن میبرن میندازنش تو ماشین و میبرن زندانی جایی خدا میدونه اونجا چه بلایی به سرش میاد، بعد برمیگرده. حالا من از این دوستم آقای مشتبای عزیز سوال میکنم که شما واقعا فکر میکنید که امیدی هست به این آخونده، یا اصلا آخوند خوبی داریم؟ من این پیام هایی رو که دیروز دوستان لطف کردن گذاشتن اینجا پخش میکنم. برای من خیلی جالبه، میدونید که من همیشه گفتم غریب خودی حالیم نیست و صحبت ها ما حالا یا به صورت شوخی یا به صورت طنز یا به صورت جدی میگم، امیدوارم که کارساز باشه. بهترین نوع میگن اینه که شما صحبتاتو به صورت طنز بگی، مردم هم خوششون میاد هم به فکر وامیدارتشون. ببینید دوستان، وقتی به یه نفر زنگ میزنید
لازم نیست که بگید من میخواستم زنگ بزنم ماشینم پنچه شد، بعدم پنچه گیری کردم، بعدم رفتم بنزین تموم کردم، بعد بنزین زدم، بعد آمدم میخواستم به شما زنگ بزنم، دیدم تلفنم رو تو گستیشن جا گذاشتم، برگشتم اونجا دیدم تلفنم برد. نه، هر وقت که تونستی زنگ بزنی از اون فرصت استفاده کن، نظرتو درباره اون چیزی که خواستی بگی بگو. این پیام 43 ثانیه است، با هم بشنویم و ببینیم این دوستمون چی میگه. بفرمایید. با سلام، خسته نباشید. من قرار بود کلام میزنم، الان تلفن خودش شارژ نداشت، این پس پانه پیغام نداشتم. حالا سعی میکنم در اولین فرصت تلفنم شارژ کنم، پیغام میکنم بذارم، یعنی با تلفنی که دوستان پیام میذارم. امیدوارم خیلی زود پیغام میکنم بذارم، چرا که حدود دو سه ماه دارم مطالعه نوعی خود تحقیق و اینا پیغام نوشتم، به زودی میذارم اینطور شما هم پرسش کنید. اونم به واسه که نتونستم امروز با شما تماس بگیرم. امید دیگه ممنونم از شما. دوستان، بیشتر کارهای ما ایرانی ها همینجوری ها، خودمون کاری که انجام میدیم حقیقتا نمیفهمیم چرا این کار رو انجام دادیم. این دوستمون قرار بوده زنگ بزنه، صحبت کنه، پیام بزنه، میگه شارژ باتری نداشتم، بعد 2-3 دقیقه بشینم بنویسم و پیاممو حاضر کنم و اینها، بعد اصلا ببخشید. ببین من اگه بخوام تملق شما رو بگم، همین که پیام گذاشتی باید کلی ازت تشکر کنم و بگم خوب کار کردی و هنر نزد ایرانیان است و بس و ما بهترین نوع هستیم و فلان، ولی اگه من که دوست شما هستم بهت ایرادتو نگم، شما فکر میکنی اونی که دشمنته، اونی که مخالفت هست بهت میگه؟ به احتمال زیاد نه. پس دوست اونی که میگه گفتم، دشمن اونی که آهان میخواستم بگم. بشنویم پیام بعدی رو. 1:36. درود بر شما آقای سوردی، خسته نباشی. درود بر شما، وسیله خوب هستم از اکثریت خاموش روشن. من متوجه نمیشم اسم این دوستمون وسیله خوب هست از اکثریت خاموش. اولا شما از کجا میدونی که جزء اکثریت هستی؟ همه ما فکر میکنیم ما اکثریت هستیم، بعضی ها که میگیم ما همه هستیم. چه سازمانیه این اکثریت خاموش؟ کجاست و چرا خاموشید؟ اگه اکثریت هستید خاموشید که خب دیگه تقصیر خودتونه، خیلی تنبلید، میتونید بگید اکثریت تنبل. اونایی که اقلیتن خاموشن به خاطر فشارهای اجتماعی، به خاطر دیکتاتورشیپی فلان اینها، بله میتونه اقلیت باشه، خاموش باشه، زیر زمینی فعالیت کنه، روی اینترنت فعالیت کنه، ولی اکثریتی که خاموشه چیزی به غیر از تنبلی نیست. حالا من نمیدونم اسم شما وسیله خاموش چیه، نمیدونم، بذار یه بار دیگه گوش بده، من متوجه نشدم. بفرمایید. درود بر شما آقای سوردی، خسته نباشی. درود بر شما، وسیله خوب هستم از اکثریت خاموش روشن. ایرانی یکتا پرستم. بیایید بیایید به گلزار بگردیم، در این نقطه اقبال چو پرگار بگردیم. در این خاک، در این خاک، در این مزرعه پاک، به جز مهر، به جز عشق دیگر بذر نکاریم. حضرت مولانا. نه به جنگ، نه به اعدام، نه به گو به هر نوع کشتن، نه به گو به هر کار بدی. این شامل همه دین هاست الان. پندار نیک، گفتار نیک، کردار نیک، نیک از یکتایی میاد. پندار بد، گفتار بد، کردار بد، زشت از شیطان میاد. بقیهش انتخابش دست خودمونه، مردم زمین. پدر و مادرها، بچه ها را با عشق و محبت بزرگ کنید. پدر و مادرها، بچه ها توی دبستان و راهنمایی ساخته می شوند، نه زمانی که قدهایشان دراز شد. با سپاس از شما
سفینه خوب قسم نخور ایرانی. سپاس. ممنونم. خب یه مقداری به شعار بیشتر شبیه بود و من نمیدونم پدر و مادری هست که بچه هاشو با مهر و علاقه بزرگ نکنه مگر اونایی که معتاد هستن. وقت کسی که معتاده به خودش حتی عشق و علاقه نداره، زندگیشو فنا کرده. من و شما نمیتونیم از اون انتظار داشته باشیم که به دیگران از جمله فرزندانش عشق و علاقه داشته باشه. و ممنونم. بعضی وقتا که این شعرها رو اصلا این شعر و شعار و شعور و اینها همش میره توی قسمت، یک کمی اون موقع همعقیده میشن با کسروی که باید این کتاب شعر و شاعری رو سوزند و واقعا کنار گذاشت تا بلکه ماها از شعر گفتن و شعر خوندن بیایم بیرون و به عمل بپیوندیم. یکی از دوستان از آلمان که ایشون 100% طرفدار خانم فرح پهلوی هست نوشته بود که یه نفر رو در ایران گرفتن و دستگیر کردن، تنها جرم این آقا این بوده که با آقای جعفرزاده در آلمان یا اروپا تماس گرفت. حالا من نمیدونم، یعنی به این وسیله ایشون میخواد خودش رو مهم کنه؟ نه آقا، اون پاسداری، اون کسی که اون بیچاره رو گرفته آمده رو فیسبوکش. اگه این برای فیلم سینمایی هم نامه نوشته بود که چه فیلم خوبی بود، اونی که میخواد بهونه بگیره یقشو میگیره پدرسوخت چرا برای فیلم سینمایی نوشتی؟ اگه برای سوربی هم نوشته بود پدرسوخت چرا با سوربی تماس گرفتی؟ شما از دستگیر شدن اون، از کتک خوردن اون، برای خودت اینجا اعتبار کسب نکن. یه تلویزیون میدیدم آمده بود یه چند تا عکس یا اینجا بهش میگن استنسیل، تو ایران هم بود با پودکوپی که وقتی میخواستیم یه کاری کنیم، یه کاغذی بود استنسیل، همون چیزی که مثل چاپ میکنه، و یه دو تا نوشته بودن تلویزیون با ده هم شروع میشه هرج اینجوری، و این با آب و تاب از اول برنامه تا آخر برنامه اینو نشون میداد. من یادم افتاد به مسعود رجبی و این سازمان مجاهدین فعلی که واقعا یه سازمان عقب افتاده ذهنی و عقب افتاده اجتماعی سیاسی هست، که اینها یه عکس مریم رجبی رو یه نفر شب رفته روی پلی توی ایران زده و در رفته، اینها میگن مردم ایران آماده هستن. ما احمقیم حرف شما رو قبول داریم؟ پدر سوخته. اگه مردم ایران آماده هستن، شما که دو تا دکتر نشستی اونجا، آقای دکتر افتخاری، آقای دکتر عرفانی، چرا بلند نمیشید برید ایران؟ شما هم مثل حقا نشستید که اونها برن موهاشونو بتراشن، نمیدونم ریششونو بتراشن، پاسدارا زیر ابروشونو بردارن، ماتیک سرخا کنن برای شما بیان میدون شهیاد، شما با 50 تا هواپیما بشینید تو میدون شهیاد. خب اینا هستن دیگه. برای همین آقا نوشتم آقا مشکل اینه که شما همتون دارید ذکر مصیبت میکنید، یکیتون نمیان بگین آقا حالا ما میدونیم علی اکبر مرد، علی اصغر مرد، امام حسین از تشنگی خفه شد، حالا چه باید کرد؟ گفتم هیچ کدومتون مرد عمل نیستید، تازه اگر باشید و بیاین بگید چه باید کرد، مردم دیگه شما رو قبول نمیکنن. اینقدر اینجا میگن کرای وولف یا چوپان دروغگو، اینقدر دروغ گفتید که دیگه مردم حرف اون بیچاره‌ای رو که راست میگه اون رو هم قبول نمیکنن. حالا واقعا چه باید کرد؟ به نظر شما بیننده، چه در تلویزیون رنگارنگ چه در تلویزیون مردم، این برنامه رو ببینید، چه باید کرد؟ راه حلی هست؟ چون این خانم تهمینه میلانی تو مصاحبهش که گویا زنده پخش شده و اینا نتونستن کنترل کنن اینها، ببینید چی میگه. میگه هی شما دشمن خیالی درست میکنید، اینا چه فایده ای داره از اینکه مردم دنیا بدونن چند نفر تو ایران ایدز گرفته؟ چه چیزی به سود اوناست که شما میگید نه این خبرها رو نگید؟ درست منظورش به آقای خامنه ایه، چون خامنه ای با درست کردن دشمن خیالی هی میخواد این خودشون رو، این سیستم رو نگه داره. ضمناً خاتمی توی این برنامه‌ای که گذاشته برای انتخابات جدید با آه و زاری و گریه و اینها همینو میگه که ما باید این حکومت رو نگه داریم. یعنی اونایی که هی میگید میر حسین موسوی یا میگید کروبی اینها، من بارها از اینا میپرسم
میگم آقا شما یعنی منظورت اینه که میرحسین موسوی بیاد اون کسی که نخست وزیر بود 10 سال اول انقلاب رو میگه بهترین سالهای انقلاب سالهای طلایی دوباره بیاد مردم رو تق و تق و تق بکشن و نمیدونم بیچارهی که تو زندان 6 ماه زندان بهش دادن بیارن تو خیابون روی تپه ها اعدام کنن و گورهای دست جمعی؟ بعد میگه نه ما اونو استفاده میکنیم اون سمبولیکه. خب چرا پیام عوضی به مردم میدید؟ پیام درست بنویسید، ببینید بنویسید چی میخواین، که حالا آقای میرحسین موسوی هم فکر نکنه اون یه پخی هست، چون ترکی بلده خودش میدونه یعنی چی. خب بذارید ببینم این چیه. آهان، یه دوستی اون روز من پرسیدم که گفتم که این کلمه بحث‌انگیز و اینها یادم رفته بود همون موقع، خانم شادی نوشته که میشه controversial. ممنونم. و این پیام رو نمیدونم براتون پخش کردم یا نه، ببینم این چی میگه. سلام آقای سروی، من امیر هستم از هلسینکی، فنلاند با تو تماس میگیرم. به طور اتفاقی چند ماه پیش برنامه شما رو آها این رو من شنیدم. ایشون همون دوستمون هست که میگه که وقتی تلفن ها آزاد باشه و باز باشه جهت برنامه عوض میشه بدونی که ما بخوایم و کنترلی داشته باشیم. دوستان اگر مایل باشید امروز درباره این انتخابات، آیا امیدی به انتخاباتی که در ایران انجام میشه و اینها باید از فیلتر و از صافی بگذرن و اونهایی که یه مقداری سرشون به تنشون میارزه تو مراحل اولیه دوم و سوم از بین میرن یا حذف میشن و فقط اون به اصطلاح از ما بهترون خودشون میمونن، به اینا اطمینان و امیدی میشه داشت یا نه؟ نظر شما چیه؟ که بعضی آخه میگن اصلاحی انجام میشه ولی همینو بذاریم باشه و بالاخره اینها مجبورن برن و اینها. نه، خیلی کشورهای دیکتاتوری هست مثل کره شمالی، 3 نسل الان اون پدر بزرگشو بعدم پدرشو خودش دارن حکومت میکنن، هیچ اتفاقی هم نیفتاده. این جوونه از اون باباش بدتر و به اصطلاح بی‌عقل‌تر داره عمل میکنه. و اما اینجوری که 12,000 نفر برای 290 نفر نماینده ثبت نام کردن یا نامزد شدن، نشون میده برای هر یک صندلی مجلس بیش از 41 نفر، یعنی تقریبا 41.5 نفر و نیم، یعنی 82 نفر برای 2 تا صندلی دعوا میکنن. حالا کی بتونه بیاد بالا دیگه اون باید صبر کرد و دید و ببینیم که بعدش چه خواهد شد. ولی امید آقای روحانی همونجوری که گفتم اینه که این 290 نماینده همش از طرفداران ایشون باشن. همین چند دقیقه پیش داشتم با داور صحبت میکردم و چون من تو برنامه ها همش میگم که چون پیر شدی سربی از میکده خارج شو، و فکر میکردم که هنوز هم اون توانایی و اون کشش جوونی رو دارم که یه برنامه الان اجرا کنم برگردم برنامه های دیگه رو اجرا کنم برگردم برنامه های دیگهی که به مردم به اصطلاح ایرتایم فروختیم اونا رو اجرا کنم اینها، ولی میبینم که واقعا برام مشکله. یه مشکل دیگهی که داره، من فکر میکردم که این کار رو اینجوری انجام بدیم که از این 2 ساعت برنامه عادی خودم 1 ساعت اولش رو با رنگارنگ شیر میکنیم، به قول معروف با هم میریم روی ایر، 1 ساعت دومش رو من میمونم و دوستانی که در تلویزیون مردم هستن، یا این که اگر تلویزیون رنگارنگ برنامه ای نداشت و اینها 2 ساعتش رو پخش میکنیم. ولی الان که اینجوری هست، حقیقتا بگم یا باید بیام یه سری برنامه های بی محتوا کم محتوا اجرا کنم، از لحاظ زمانی خیلی ناجوره، درست 12 ظهر نه صبحش من میتونم به کارام برسم نه بعدش، و صحبت میکنم با داور ببینم اگر امکان داشته باشه این ساعت رو تغییر بدیم، اگر نه شاید من باید با کمال احترام ازتون خداحافظی کنم و این باور چون پیر شدی سربی از میکده خارج شو یا خارج رو با هم به اصطلاح داشته باشیم و انجامش بدیم. چون من همیشه گفتم اینایی که میان میگن نه آقا اون آقا آقای خوبیه،
اون آقای خانم اگر خانم خوبی باشه، آقای خوبی باشه، باید خودش به مردم بگه که من درست شما لطف دارید به من گفتید من این کار رو انجام بدم، ولی من متخصص این کار نیستم و من نمیخوام بیام در حال آزمایش باشم و این کار رو انجام بدم و توی اون آزمایش ها اگه اشتباه میکنم جون افراد رو به خطر بندازم و الی آخر. در صورت فکر میکنم آدم های صادق افرادی هستن که اگر امروز یه نفر آمد بهش گفت که آقا شما خیلی آدم امینی هستی، صادقی هستی، اینها، بیا رئیس جمهور بشو، بگه آقا من رشتم برقه، میتونم دو تا لامپو وصل کنم روشن کنم، ولی رئیس جمهور نمیتونم، من نه شهردار جایی بودم، نه استاندار جایی بودم، نه این سیستم بودجه و جنگ و نمیدونم دفاع و نظام و ارتش بلدم، میتونم خدمت کنم ولی تو این قسمت نه. امیدوارم همه ما این شهامت و شجاعت رو داشته باشیم که این کار رو انجام بدیم. و اما مجلس رو که براتون گفتم اگه میخواین یه ترکیب به اصطلاح از چیزاش بهتون نشون بدم که به چه صورت هست، اون بالا نوشته مجلس شورای اسلامی، بعد نوشته که چه کسی، اسمش هم گذاشته National Consultative Assembly، هم چیزی بالاخره اینجا میگن پارلمان یا کنگره یا توی انگلستان میگن پارلمان، بعد گفته که کی رئیسش، اسپیکر علی لاریجانی. بذارید من این قسمت رو بهتون نشون بدم که با رنگ مختلف، با رنگای مختلف گفته که چند نفر از چه گروهایی هستن. توی آمریکا چون ما 3 حزب داریم میبینیم که مثلا قرمز هست و آبی و یه سری هم اون قسم اون کسایی هستن که از حزبی نیستن، بهشون میگن ایندیپندنت یعنی مستقل، اونا هم هستن. ولی ماشالله اینجا توی این مجلس خیلی رنگابرنگه. مثلا اینجا نوشته United Front of Principalist، احتمالا اینا تندروا هستن، اون یکی دیگه رزیستنس فرانت آف فلان، شورای اسلامی اون مقاومت هست و اینا، برای خودشون اینا اسم درست کردن و همشون در واقع یه چی هستن. این یادم میاد اونایی که بچه کوچولو دارن یا داشتن میدونن وقتی که مثلا شما یه چیزی رو به بچت میدی نمیخواد، داره گریه میکنه، گولش میزنی، همونو از اینجا میگیری با این دست بهش میدی، میگی بفرما اینو میخوای، اونم فکر میکنه خب این دسته گرفتی، این دسته دادی، یه چیز دیگه است، ولی همونو میدی. توی ایران الان رسم شده، من به اونایی هم که دنبال میرحسین موسوی و کروبی بودن گفتم بابا اینا گفتن بفرما شما اصلاح طلب میخوان، شما کسای دیگری میخوان که حرف دیگه‌ای بزنی، اینا رو گذاشتن جلو، بعدم خودشون مالوندنشو، میدونستن زورشون به اینا میرسه، انداختنشون اونجا. به من شما هم میگن حصر خانگی، ولی حصر خانگی وکیشنشو میره، تعطیلاتشو میره، جراحیشو میره. شما ببینید این دو نفر تا حالا چند بار جراحی چشم و معده و نمیدونم سوراخ پایین و سوراخ بالا و سوراخ چپ و سوراخ راست داشتن. با یه ایرانی که داره کار میکنه مقایسه کنید، ببینید اون بیچاره کارگر یا دبیر هنرستان یا دبیر مدرسه یا استاد دانشگاه یا دکتر، اون انقدر بیمارستان رفته، انقدر جراحی داشته، این چه حصر خانگیه. دروغ بهمون میگن، ما هم قشنگ با کمال میل اون دروغ رو قبول میکنیم. ببخشید من این صدای دوستان، اگر کسی زنگ میزنه به اون 703 مستقیما رو پیامگیر میره، میتونید پیام بذارید. اگر روی 202 که الان اومد جلو اینجا 202-695-2573 زنگ میزنید، این تلفن فقط 3 دقیقه میتونه پیام بگیره و قطع میشه. سعی کنید پیام هاتون مفید و مختصر باشه تا بتونیم به یه جایی برسیم. در هر صورت بحث امروزمون انتخابات آینده ایران و نظر شما چی هست. این دوستی که از 703 زنگ زده، لطف کن دوباره زنگ بزن و پیام بذار. مرسی و ببخشید که من گاهی وقتا این صفحه که عوض میشه نمیبینم. و اما اون روز توی برنامه راجع به کسروی صحبت کردم که کسروی دوستمون به روز از کانادا گفت که این مثل یک شوک 20000 ولتی بود که به بدن انسان میده. من گفتم شوک 20000 ولتی اینها، بعد این برام توضیح داده چون کارش کار برق و فنی و اینها هست،
و آدم موفقی هم هست. آدم این ایرانیای موفق رو که میبینه واقعا خوشحال میشه. ولی خیلی دیگه به خودمون هی پوز ندیم که ما همه ایرانی ها باهوش ترین، زرنگ ترین، پولدار ترین. نه بابا اینجوری هم نیست. برام به روز توضیح داده که 20,000 ورد این دستگاهی هست که وقتی که میزنن به مریضی که قلبش وایساده، این شوکی که با میزنه باعث میشه که اون بتونه کار کنه به قلبش. اینها بفرمایید آقای سوربی. بله بله بفرمایید. من میخواستم ازتون خواهش کنم ببینم از این که شما میای صحبت میکنید منظورتون چیه برای مردم. آها. یه ایده‌ای دارین شما یا اینکه من الان یه جلسه دو جلسه از شما رو اتفاق دیدم، ببینم از همه جا میگین یا یکی از این طرف میگه نه اون طرف میگه. یعنی یک موضوعی نداره صحبت کردنتون یا یه دلیلی نداریم برای صحبت کردنتون. خب شما تلویزیون های دیگر رو نگاه میکنید؟ این انرژیتون رو مصرف میکنید لااقل یک استفاده ای برای مردم باشید. بله. شما تلویزیون های دیگر رو نگاه میکنید؟ نه. دارم میشنوم شما رو. نه شما دارید از تلویزیون صدای منو میشنوید یا از کامپیوتر؟ اگه لطف کنید صدای اونو ببندید ممنون میشم. بله تلفن رو قطع کرده. دوستان شما باور میکنید که این خانم تلویزیون های دیگر رو نگاه نمیکنه، فقط منو نگاه میکنه و تلویزیون رو نگاه میکنه که هیچ دلیلی هم براش ندیده. اگه ایشون وایس رو خط من ازش سوال میکنم شما برای چی دارید تلویزیون نگاه میکنید؟ از خودتون سوال کنید، شمایی که هنوز هستید برای چی دارید تلویزیون نگاه میکنید؟ میخوان یه جنبشی انجام بدید، مثلا مثل جنبش مصر که با فیسبوک پسر انقلاب کرد. یادتون باشه پسر تا نرفت مصر هیچ اتفاقی نیفتاد. میخواین چه کار کنید؟ میخواین مثل تونس یک کاری انجام بدید، مثل اون بند خدا جوون میوه فروشی که جونش به لبش رسیده بود و خودش رو آتیش زده بود؟ احتیاج به تلویزیون تماشا کردن نداره. یه لیتر بنزین بخرید بیان قشنگ جلوش مجلس مملکتتون یا شلوغترین شهر یک کاغذ بزرگ بنویسید که از چی ناراحتید، بعدم لطف کنید خودتون آتیش بزنید. اینم برنامه تلویزیونی که برای شما مفید باشه، مثل اون دوتا دکتری که نشستن در آمریکا، نه توی واشنگتن که هوای سرد داره گرم داره، در کالیفرنیا انقدر هواش خوبه که اینا بعضی وقتا از هوای خوب حالشون بد میشه. هر روز میگن این پیشگویی هوا میاد، میگه هوای امروز هم مثل دیروز، هوای فردا هم مثل امروز. اینقدر یک نواخته. اون وقت اون آقا به بچه های شما تو ایران میگه که برید بزنید کشته بشید، این کارو بکنید اون کارو بکنید. شما میخوای اون تلویزیون رو نگاه کنی؟ من میخواستم بهت بگم چرا شما میشینی این تلویزیون رو نگاه میکنی. دوست عزیز تلویزیون از روزی که به وجود آمده اول این بوده که صدا رو برسونه. صدای کیو میرسونه؟ صدای رئیس جمهور آمریکا رو میرسونه، صدای پولدارای آمریکا رو میرسونه که یا بهت وسیله بفروشن یا بهت اون ایده و عقیدش رو بفروشه قالب کنه. ببخشید بنده اینجا چیزی برای فروختن ندارم. شما درست می یه نفر پیدا شده انرژی خودشو میذاره میاد اینجا که یه آدمی مثل شما اگر تنها نشسته در خونه و دیگه بچه هاش باهاش صحبت نمی کنن، دیگه نوه هاش دوروبرش نیستن، تنها کاری که کردن یا یه دیش خریدن یا یه دونه کامپیوتر کهنه خودشون رو دادن به مادرشون گفتن مامان جون بیا میخوای فارسی گوش کنی اینو بزن گوش کن. این بند خدا هم میشینه فکر میکنه الان با فارسی گوش دادن یک برنامه ای ایران آزاد میشه. بله بنده آمدم ماموریتم انجام دادم ایران آزاد شد. حالا سوال اینه شما حاضری برگردی بری ایران؟ شمایی که اینجا حقوق میگیری، بازنشستگی میگیری،
احتیاج به فرزند خودت هم حتی نداری، بهترین نوع دارو و درمان رو هم مدیکید و مدیکر بهت میده، حاضری بلند شی بری ایران؟ کدوم ایران رو دوست داری؟ ایرانی که این شیخ ها داخلشن یا ایرانی که شاه بود اونجا؟ چه نوع دوست داری در آینده داشته باشی؟ اگه این شیخ ها هستن که هستن، پس شما دوست نداری که اینجا هستی یا خارج هستی. شما وای نسادی که با هم صحبت کنیم ببینیم کجا هستی، ببینیم چی میخواد. در صورت منظور من از تلویزیون اینه، اولا بهتون گفتم بیشتر ماهایی که تو تلویزیون کار میکنیم، اینایی که میگن من دوست ندارم فلان بشم، اینا دروغ میگن. همه دوست دارن تو جمع و توی چیز معروف بشن. اونی که میگه من از بد حادثه اینجا آمدم، یکی بهش بگه پدر سوخته، از بد حادثه آمدی اینجا، الان که در باز بلند شو گورتو گم کن برو. دروغ میگن به شما، شما عادت کردی دروغ بشنوی. اونی که میاد میگه آقا من آمدم برنامه‌م اینه، شما گوش میکنی برنامه‌شو، دوست داری بهش میپیوندی. من یه برنامه‌ای دارم که از این ور اونورم زیاد صحبت نکرده باشم. برنامه‌م اینه که افرادی مثل شما که تلویزیون‌های ایرانی رو گوش میکنن، نفری $30 هر ماه بفرستن به تلویزیون رنگارنگ تا ایران آزاد بشه. ببینم شما این کارو میکنی؟ الانم آخر ماهه. پس شما نمیکنی کاری رو که تلویزیون‌ها میگن. پس چرا میای میشینی به تلویزیون میگی آقا چرا به ما نمیگی چه کار کنی؟ تا کی میخوای به خودت دروغ بگی؟ بذار بریم بخونیم اینا رو بهتر برات. خب ببینیم این شماره تلفن 224 چی میگه. 43 ثانیه بفرمایید. خب بذارید ببینیم ایشون مثل که میگه من کلاغ سفید هستم. این ماجرای اسم مستعارم، اگه تو ایران باشی حالا یه چیزی، ولی اینای دیگه که تو کشورهای آزاد آلمان و اروپا هستن و اینا اسم مستعار میذارن، این چیه؟ این چه بازیه که شما شروع کردی؟ نتیجهش چیه؟ چرا اسم مستعار؟ شما میخوام بشین سازمان مجاهدین؟ یه بدبختی مثلا به نام مهدی فلک الافلاک رفته سازمان مجاهدین، روز اول بهش گفتن نه شما اسمتو بذار مثلا چی میگن آزاد مرد اشرفی شماره 53. بعدن مادر و پدرش حالا دنبال سازمان ملل و نمیدونن صلیب سرخ و اینا که آقا این مهدی فلک الافلاک زنده است یا مرده است، اونا میگن ما همچه اسمی نداریم. این چیه؟ حالا ببینیم این دوستمون چی میگه. کلاغ سفید. با سلام خدمت آقای توربی عزیز. آقای توربی من اسم مستعارم کلاغ سفیده که بیننده تلویزیون رنگارنگ هستم. الان شنیدم گفتید که من میخوام ترک بکنم به خاطر اینکه فرصت نمیشه و ساعتها ناجور من به کارام نمیرسم. خواهش میکنم چون من فکر میکنم به صدا به هر حال شما خیلی انسان خوش صحبت و به صدا معلم خوبی هستید و بسیار جالب صحبت میکنه. خواهش میکنم حتی مردود به این زودی خواهشم ترد نکنید این تلویزیون و برنامهاتون رو ادامه بدید. با سپاس و درود خدا نگهدار. ممنونم کلاغ سفید. ببخشید من صدای این دوباره دور میزنه پیامه، 10 بارم ما اینجا وایسیم 10 بار میره از اول باز میره. از شما بسیار ممنون و متشکرم، این نظر لطف شماست و چشم تا اونجایی که بتونم. الان مخصوصا چون این ایام تعطیلات بوده اینجا، ما موقع تعطیلات کارمون زیادتر میشه، کارهای ویدیو و کریسمس و سال نو و اینها کارمون من کارم اینه. اون وقتا کارم چیز دیگه‌ای بود. اون زمانی که من 8 ساعت 9 ساعت می‌نشستم تو تلویزیون برنامه می‌ذاشتم، اصلا یه مدتی من اون قسمت به اصطلاح حالا هر چی که داور یا محمد اسمش رو گذاشته بودن، اون قسمتی بودیم که قسمت منیجر ادورتیزمنت تو اینها بودیم. صبح تا عصر اونجا بودم، یعنی مثل یه کارمند می‌رفتم 3 ماه اونجا صبح کار می‌کردم تا عصرم خداحافظی می‌کردم می‌مدم. اون موقع من یه کاری داشتم با دولت محلی اینجا، میدونید که اینا دولت محلی ایالتی دارن و دولت مرکزی، و یه کانترکت خیلی خوبی گرفته بودیم، یه قرارداد خوبی گرفته بودیم، پول خوبی در می آوردیم. اگر ویدیوهای داور رو بتونید پیدا کنید، این شیطنتایی که میکرد این بود که وقتی که من برنامه داشتم توی حیات
پشت سر ما یه حیات قشنگی بود که همون استودیوی رنگارنگ است. برف که می اومد اینا می خندیدن می گفتن سوربی با هر یه دونه این فلیک میگن نمیدونم یه دونه برفی که میاد 50 سنت می سازه. و واقعا همین جوری بود. من بعضی وقتا یه برف بزرگ که مثلا توی ویرجینیا می اومد من 30,000 دلار خالص می ساختم و سالی مثلا بیشتر نزدیک 2,000,000 دلار ما درآمد داشتیم. بعدن دیدم آقا این همه پول باید شب روز بدوی این بر اون بر فلان اینها درد سر برای چی؟ گفتیم آقا نخواستیم، پول بنز کافی ساختیم. ما از یه برهه اومدیم توی آمریکا که با داشتن دو تا بچه و زن و زندگی و اینها وضع آمریکا بهتر از الان بود، کار اینجوری بود و ما هم فکر میکردیم باید از اون کسی که 3 جنریشن 4 جنریشن آمده زودتر از ما اینجا به اصطلاح بتونیم پولدارتر باشیم و اینها. و سخت کار کردیم، ساعت 4 صبح برو 11 و نیم بیا صبح که میری بچت خوابه، شب که میای بچت خوابه و بعدن افسوس میخوری. بعد تصمیم گرفتیم که حالا بریم اینجا بشکن هومسیک، بشکن هومسیک دوست عزیز بانوی گرامی. هومسیک کسی که احساس قربت بهش دست میده، بعد یه مدت میبینه آقا همه چی داره، پول داره، زندگی داره، آزادی سیاسی داره، آزادی اجتماعی داره، حالا اون چیزی که بهش میگیم وطن، اون چیزی که بهش میگیم هموطن، اون چیزی که بهش میگیم همشهری نداره. همه گرفتارن، همه دارن میدوند. آقا این شیرازی ها بلند میشدن صبح انقدر اسباب بار بزن برو، داریم کجا بیریم؟ داریم بیریم کنار آب رکن‌آباد. لطف کنید پیام بذارید. میریم کنار آب رکن‌آباد. شمایی که شیرازی نبودید اگه میومدید میگفتی آقا ببر ما را این آب رکن‌آباد نشون بده، یه جوب باریکه چیزی بود که اگه اون بالایی هم یه آدم بی‌انصافی بود که کثافت کاری میکرد توش، شما این پایین اون کثافت رو میدیدی که داره رو آب شنا میکنه میره. به این احساس قربت یا هومسیک شدن این شد که این تلویزیون‌ها راه افتاد، شروع شد، تصادفاً رو ایران رفتن آمدن. حالا این وسط یه عده‌ای میخوان یه کاری انجام بدن، حسن نیت هم دارن، واقعا حسن نیت دارن، میخوان ایران آزاد کنن، ولی ازشون سوال کنید آخه شما چه تجربه کاری دارید؟ دوستان هی نشینید بگید این خمینی رو که کسی نمیشناخت، تا 2 روز قبلش هیچ کس نمیگفت جمهوری اسلامی، دروغ به خودتون نگید. خمینی سال 42 از ایران اخراج شده، من سال 1968 یکی تبدیل کنه ببینید چی میشه، میرفتم پشت در منزل وجدانی ها توی شیراز منتظر صادق وجدانی بشم که برم باهاش سر کار. میشنفتم یه صدایی رو، یا میشنیدم نمیدونم شما چی میگیم، ما شیرازی ها میگیم میشنفتم، میشنیدم صدای یه ضبط صوتی رو یه آقایی صحبت میکنه، در که میزدم این صدا قطع میشد. ما بچه هستیم دیگه، جستجوگر، کاوشگر، فردا که میرفتم زودتر میرفتم درم نمیزدم، وای میزدم گوشم میچسبوندم به این در آهنی. اینا خونهشون درشون از حیات نبود، درشون در خونه که باز میکردی همون حال بود، چی بود؟ فامیلی رومی بود که نشسته بودن. من یواش این گوشم رو میچسبوندم به این در آهنی و زورا هم گرم بود این دره و گوش میدادم. خب اگر من 1968 صدای خمینی رو میشنیدم و شمایی که میخوای امروز جنبش کنی، انقلاب کنی، هنوز میگی خمینی وجود نداشته باشه، خب خیلی عقبی. اگه کتاب رفسنجانی رو نخوندی، ندیدی که اینها رفتن تو فلسطین، رفتن تو لیبی، رفتن تو لبنان، دوره دیدن، حاجی های بازاری که به من و شما یه فلاسک چای 30 تومانی رو میفروختن 100 تومن، برای این بوده که 30 تومن دیگرش هم خودشون بخورن، 40 تومنش بفرستن برای این آخوندها. رژیم شاهی که از ترسش به آخوندها از طریق ساواک حقوق میداد، این آخوندها رو تقویت میکرد. اینا آموزش دیدن، همشون دیدی دکتر چمران اصلا نظامی بود. حالا طرف بشینه اینجا میگه ما میام میگیریم، بعدم میافتن اسیر به دست آقای مدهی میشن، سردار مدهی میاد اینجا نمیدونم نوریزاده و 4 تا جوکر دیگر رو جمع میکنه دور خودش، بعدم فیلماشو برمیداره میره اونجا الماس نمیدونم سیاه و مروارید فلان میسازه. گذاشتنمون سر کار. اون دوستی که میگه هدف شما چیه؟ هدف من اینه که بریم ایران آزاد کنیم. شما میای، شما اگه حتی عصا دستت با عصا بیا، من دست اینوری تو میگیرم، راه بریم قدم زنیم با هم بریم. و
ولی شما میگید نه مادر جون، حالا این تازه بچه‌م رفته کودکستان، نوه‌م رفته کودکستان، بذار این از مدرسه بیاد بعدن ببینم چی میشه، بعدم با بچه‌هام صحبت کنم. دروغ نگید به خودتون. اونایی که آماده هستید یه کاری بکنید، ایثار کنید، از خودگذشتگی داشته باشید، تماس بگیرید با اون کسی که بهش اطمینان دارید. من می‌خواستم از این خانم سوال کنم، کیو قبول داری؟ تو تلویزیون‌های ایرانی دقت کنید، همه اینو به اشتباه میگن کی را قبول داری، کیو قبول داری، چه کسی را قبول داری؟ برو دنبال اون، وقتتو با من صرف نکن. من اومدم، من خودم میگم که اگر به مزخرفای من بتونید گوش بدید بهتون جایزه میدم. خودم میگم مزخرف که شما نتونی به من بگی مزخرف. چرا؟ این اون قسمت طنز برنامه که فقط عاقلان دانن. بریم یکم براتون اینا رو بخونیم و اینم باز کردم. اگه زنگ میزنید، اگه شماره هاتون پیدا باشه خب بهتر و راحت تره. ببینیم که اون کلاغ سفید پیغام گذاشت، این چی میگه؟ 26 ثانیه بفرمایید. بله، این کسی که از ترسش، یعنی ببخشید من بعضی وقتا به خودم افتخار میکنم که منو تو تلویزیون میبینه، طرف انقدر میترسه اگه خود منو ببینه لابد شلوارشو خراب میکنه، براتون پخش میکنه. ببین چی کار میکنه. شما با اینا میخوای بری ایران بانوی عزیز؟ من آمدم اینجا تا اینو از تو سوراخش بکشم بیرون بهت نشون بدم. گوش بده، ببین، گوش بده. الو بابا، شما زخرفایی بگی این کاری میفهمی؟ دستش کرده تو دهنش. بابا شما زخرفایی میگی؟ این اصلا شما میتونی به این بگی مرد؟ میتونی به این بگی زن؟ میتونی به این بگی انسان؟ این یک جانوریه که وقتی بهش میگی جانور یا حیوان، به حیوان توهین کردی. من مادر عزیز، خواهر گرامی، کارم اینه که اینا رو از توی سوراخ بیارم بیرون. بله، من هیچ کار شاقی انجام نمیدم. یه جرعه آب بنوشم. من این سوراخ‌ها رو دیدم، میدونم توی این سوراخ‌ها این جونورا هستن. این آب رو می‌ریزم توی این سوراخ‌ها، اینا میان بیرون، شما می‌بینیدشون. کاری رو که شما نمیتونید، اینجا میگن چشم، میگیم چشم مسلح، چشم غیر مسلح. چشم مسلح، من الان وقتی که این به عنوان اسلحه میزنم بهتر میبینم، میکروسکوپ بزنی، دوربین بذاری، فلان، اینها بهتر میبینی. ما اینا رو دیدیم، داریم به شما نشون میدیم. شما دیده بودین اینا رو تا امروز؟ اگه دیده بودین باید بهشون چه کار کنیم؟ چه کار کردید؟ شما به من زنگ بزن، پیام بذار، ببینم با اینها چه کار باید کرد. فقط آخونده هستن که بدن، یا اینها بدتر از آخونده؟ این کسی که اینجا حقوق میگیره، قولت میدم میره ایران و میاد اونجا هم حقوق میگیره، وقتی هم میره اونجا پوز میده، با پولایی که از اینجا میگیره میره اونجا با دخترای جوان حال میکنه، و اینقدر ترسوه که از سایه خودش، از صدای خودش میترسه. یه وقت من زنگ نزنم به سوربی صحبت کنم، یه نفر بفهمه من همونیم که وقتی میرم اونجا. اینجا بهش میگن براون نوز، یعنی دماغش قهوه‌ای میشه. حالا دیگه خودتون ببینید دماغ یه نفر چجوری ممکنه قهوه‌ای بشه، کجا رو باید لیست بزنه تا قهوه‌ای بشه. اون کار من اینه که شما رو به فکر بندازم. برنامه من که تموم میشه، شما تا دو روز دیگه، تا سه روز دیگه همینجوری فکر کنید، بگید این منظورش چی بود اینو گفت. اینجا بهش میگن مغزتون رو ماساژ بدم. مرسی. خب باورتون میشه ایران تو این اوضاع و احوال که ملت‌های دیگه میترسن برن ایران و نمیدونم همه میگن تروریست هست و اینها، آمده بزرگترین هتل خاورمیانه رو ساخته، اگه اشتباه نکنم، نه ببخشید، افتتاح بزرگترین هتل 5 ستاره ایران. بذارید من اینو بهتون نشون بدم. این خبرگزاری خودشون هم هستا، اینایی که آمدن که این به اصطلاح چی میگن، زندگی های تجملی و اینها رو از بین ببرن، مساوات به مردم بدن. ببینید اینا گفته که هتل اسپیناس پالاس، حالا از کلمه اولیش هم پارسی باشه و اینها، اون پلاس که قصر یا هرچی هست انگلیسیه، مگر اینکه این پلاس هم قبلا هم ایرانی بوده ما بلد نیستیم.
بله اینجا نوشته که هتل اسپیناس پالاس به عنوان بزرگترین هتل 5 ستاره کشور دوشنبه شب با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و مسعود سلطانی فر رئیس سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری در شمال غرب پایتخت افتتاح شد. عکساش هم بذارید ببینیم که بله از اینجا شروع کنیم. این وبسایت های ایرانی میدونید که حتی عکس ها و اینا رو هم از راست به چپ نشون میدن. ببینید این آقا پاپیون زده ولی خانمش مغنعه و اینها و اینا هستن کسایی که الان توی ایران دارن نون رو به نرخ روز میخورن، بهترین هتل ها میرن، بستنی های طلایی میخورن، ماشین های آنچنانی رانندگی میکنن و قولتون میدم اینا اگه باهاشون هم صحبت کنید شما فکر میکنید یکی از مخالفین حکومت هستن، در صورتی که نبوده و نیستن و نخواهند بود، چون اینها منافعشون در این هست که این حکومت باشه تا اینها هم با بودن آقازاده و فامیل و اینها چیز کنن، به اصطلاح وصل کنن خودشون به اونها. اینها هم میبینید که الان این خدمه ها یا اینجا میگن آشر، آشر کسانی که توی سالن ها راهنمایی میکنن، شما رو میبرن مینشونن اون صندلی که خالی است یا شما سوال میکنید ردیف فلان چی هست و اینها اینجاست. اینا رو هم میبینید که برای این نوع برنامه ها از خانم ها استفاده میکنن، حتی اگه با حجاب هستن این حجاب رو یه جوری زیبا درست میکنن که به اصطلاح مردم بگن به به ببین چقدر اوضاع خوبه اونجا. اینم میبینید افتتاحش اسپیناس پالاس، بفرما تجمل دوره پهلوی بد بود ولی تجملات دوره اینها خوب هست. رو صندلی طلایی نشستن برای اون بد بود، طاغوت بود، ولی اینها آمدن شد یاقوت. این آقا هم که دماغش سه چارک از من گنده تر خوشحال داره کف میزنه. این آقا رو توی چیزا دیدید به اصطلاح احتمالا همین معاون نمیدونم رئیس جمهور و اینها هست و مزخرفاتی که گفته قبلا هم شما دیدید و خوندید و شنیدید. بله همون دیگه، یه دفعه گویا خامنه ای داشته نقل اسراف و اینها صحبت میکرده، بعد این آقای صادق زیبا کلام گفته بابا شما یه نگاهی به این گلهایی که گذاشتن جلوتون اقلا خجالت بکشید، این پول این گلها ببینید چقدر میشه و همه این گلها و آوردنش و بردنش و نگهداشتنش اینجا برای اینه که شما مثلا 5 دقیقه اونجا میخوای صحبت کنی. خب اگه اینو خرج به اصطلاح خرج این کار نکنی میدی به یه نفری که بیچاره رفته تو جنگ موجی شده مجروح شده و الی آخر، اون هم قسمت بیرونش که اینجا میگن فایربورد و فایربورد تو ایران میگن آتش بازی، توی آتش بازی که به اصطلاح جشن گرفتند و این هم اتاقاشو حتما شب خدا تو منم پول میگیره. حالا چه کسایی میتونن برن تو این هتل ها؟ کسایی که دارن میرن ایران از بابت این قراردادا بتونن به اصطلاح از حالت بابت این نمد بتونن برای خودشون یه کلاهی بسازن. من باز خوشحالم، باز ممنونم از اون خانمی که میگه من هیچ تلویزیون دیگه ای رو نگاه نمی کنم، فقط این تلویزیون رو نگاه میکنه و خوشحالم که برنامه من رو دارید نگاه میکنید. شما بدون اینکه متوجه بشید دارید یه چیزی متوجه میشید. اینو چند بار گفتم یه بار دیگه میگم، سالها پیش من و آقای بهبهانی نشسته بودیم، خب بهبهانی طبق معمول مست بود و یکم هم نشه بود و کار میکرد بدون هیچ اطلاعی میومد اونجا، فقط میخواست حالا 2 دقیقه بره رو ایر راجب آقای غلامحسین مصباح و اینا دعوا میکرد که آقا چرا اینا آوردی. میگم آقا مردم میگن این تو برنامه شهرام و مایون بوده، اونجا نمیتونیم باهاش صحبت کنیم، شما بیارش ببینیم چیه. و من میخوام وقتی میاد اینجا بهش بگم که آقا همه خوبی های جمهوری اسلامی رو که تو دربارش صحبت کردی ما شنیدیم، حالا من میخوام از زبان شما آقای غلامحسین مصباح بدی های جمهوری اسلامی رو بشنوم. ولی نگذاشتن که آقای بهار فشارخونش رفت رو 1000. شما اگه فشارخونت بره بالا اون استفاده میکنه، شماها کاری کردید که اونجا اون مظلوم بود. شما تا حالا چند بار دیدید یکی بره برای یزید سینه بزنه؟
در صورتی که یزید برحق بوده. بابا این امام حسین گویا رفته بود دنبال زن فامیلش، زن خودش نمیدونم، یه همچین چیزی، یه ماجرایی بوده. ولی چون در تاریخ امام حسین مظلوم واقع شده، ملت برای امام حسین سینه میزنن. آقای غلام حسین مصباح با این کارهایی که اینها کردن اون مظلوم واقع شد و همه گفتن آقا اگه این آقای بهار میخواد بره ایران همین آخوندا بهتره، اگه این بهبهانی با رقص عربی میخواد بره ایران همین آخوندا بهتره، اگه آقای فاضلی میخواد بره ایران خیابون پهلوی رو به این قشنگی رو درخت و مرده روش بذاره همین آخوندا بهترن. اینا بودن قربان، من دارم اینا رو میگم. و اگه اینایی که من میگم هیچیه، شما بیا بعد در 10 دقیقه مهمون برنامه من باش بگم چی بگیم. یه خانمی زنگ زد عین شما، گفت آقا این برنامه ها چیه ما هیچی نمیفهمیم. گفتم شما اشتباه میکنی، حتما یه چیزی میفهمی. گفت نه به خدا من نمیفهمم، نفهمیدم چیزی. گفتم بابا جون من دبیرم، میفهمم کی یه چیزی میفهمه کی نمیفهمه. چرا 9 ماه صبر میکنی؟ درست مدرسه هم این زاییدنه، 9 ماه صبر میکنی آخر سال ببینی حالا پسر یا دختره سالمه یا یه دست پا نداره، نتیجهش 9 ماه دیگه معلوم میشه. چرا اونایی که 6 ماه و 4 ماه و 5 ماه دنیا میمدن میگفتن مثل این که حوصله نکردی زود دنیا آمدی، زود رس بودن، باید تو اکسیژن هوا نگهش میداشتن. شماها زود رس، شماها میخواین مثل خمره رنگرزی بزنی بری، والله همون خمره رنگرزی هم به این سادگی نبود. و دوست عزیز شما اینو فهمیدی قبول کن که از برنامه سوربی چیزی نمیفهمی. خود این خیلی مهمه دیگه، فردا تا سوربی رو دیدی یه ساعت میری دنبال کارات، میری ورزش میکنی، صدای سوربی رو میبندی، آهنگ بابا کرم میذاری، از اونجا میرقصی، سوربی که رفت میاد. پس شما فهمیدی، چرا میگی من نفهمیدم؟ برای که بلد نیستی. تفاوت فهمیدن و نفهمیدن رو گولت زدن، موقعی که شعار به خوردت دادن بهت گفتن میفهمی، ولی ببین یکی از اون شعارها یه چیزی بوده که شما نمیدونستید. همش چیزایی رو که شما میدونید با فریاد بهتون میگن، یعنی ذکر مصیبت، یعنی همون پرده زدن و اون چی بهش میگفتن تعزیه درست کردن و امام حسین رو کشتن و تو صحرایی که میگن بابا بین دو تا رود به این بزرگی مگه میشه آب گیر نیاد، اون دروغای مزخرف رو گفتن و شما میگه عجب برنامه بودا کیف کردم. هست این برنامه هایی که زیاده، الان یه جوری شده که برای هر یه ایرانی یه تلویزیون هست. بازم از دوستان خواهش میکنم چه در موقع برنامه زنده چه در بازپخش، اگه تماس میگیرید پیغام بذارید توی برنامه ها ما استفاده میکنیم و به اصطلاح باهاتون صحبت میکنیم. اینجوری هم خیلی بهتره، من نیستم که حرف شما رو قطع کنم، شما هم که حرف میزنی من هم اینجا نظر خودم رو میگم و به اصطلاح ما چون هنوز نمیتونیم خودمون رو کنترل کنیم، احتیاج داریم یه نفر به این بگی تو ساکت باش اون صحبت کنه، این تلفن و پیامگیر و اینها فکر کنم بهترین وسیله است. و اما چند تا حرف حساب میگه که بعضی ها، بذارید اینو برای شما نشون بدم که اگه یه وقت من تو خوندن اینها اشتباه میکنم شما صحیحش رو دیده باشید، چون میدونید الان فارسی که مینویسن و میخونن تو ایران، من و شمایی که 30-40 سال نبودیم ما ایستا بودیم، یعنی وایستادیم، اینا پویا هستن، اینا جلو رفتن، حالا در جهت خوب جلو رفتن یا در جهت بد قضاوتش به شماست. میگه بعضی ها انقدر فقیر هستند که تنها چیزی که دارند پول است. تواناترین مترجم کسی است که بتواند سکوت دیگران را ترجمه کند. شاید سکوتی تلخ گویای دوست داشتنی زیبا باشد. زندگی را نفسی ارزش غم خوردن نیست. آنقدر سیر بخندید. ببینیم این دوستمون چی میگه. بفرمایید دوست عزیز. جانم بفرمایید. سلام عرض کردم. سلام همشهری. شما همشهری من هستید دیگه؟ بله. قربان برم. جناب چوری شما هستید قربان. بله قربان بفرمایید. قربان برم. زنده باشین. کوچیک شما. من از حضورتون می‌رسونم که از بیننده های فراواقرت شبکه رنگارنگم. بعد دیگه چند جمعه هست که شما تشریف آوردین. خب برنامه‌تون رو می‌بینیم. ولی خب ما چیزی که بده رو عادت کردیم همیشه زنگ می‌زنیم میگیم.
باید اینم عادت کنیم برنامه‌ای که خوبم هست رو زنگ بزنیم بگیم. اینم دیگه گردن ما بود و وظیفه بود که تماس بگیرم خدمتتون و یه قدردانی و تشکر کنم از اینکه وقت میذارید و این حرفای قشنگ و خوب میزنید و واقعا ما هم نهایت استفاده رو میبریم. واقعا دستون درد نکنه، واقعا دستون درد نکنه. من جانب خودم و خیلی از دوستانم که میدونم الان دارن شما رو برنامه شما نگاه میکنن تشکر میکنم و واقعا سپاس و قدردانی میگم. ولی حالا اگه هم خواستی از من در خدمتتونم، من فقط جهت تقدیر تشکر خواستم. ممنونم، شما نوت کردید. نظر شما راجع به این انتخابات آینده ایران چیه که 12,000 نفر؟ انتخابات آینده از حضورتون برسونم که دان صوبی، من فقط یه چیزی عرض کنم. انتخابات که اصلا هیچ چیزی نداره، هیچ صحت و سوق اصلا هیچ چیزی نداره. چی میگن حالا؟ بی‌معنی شده، بی‌معنی ایران نداره. چرا؟ چون صوبی اولا که ستاد انتخابات و وزارت کشور رو ریاست جمهور انتخاب میکنه. خب وقتی ریاست جمهور میاد وزارت کشور انتخاب میکنه، اون وقت نهادی که نظارت میکنه، نظارت بر همین رأی‌گیری میشه که وزیر کشور. وزیر کشور کیه؟ خب کسی که خود رئیس جمهور گذاشته. خب این اصلا اصلا درست از این رأی‌گیری، اولا به هم برای ریاست جمهوری میاد برنامه هاش رو برنامه ریزی میکنه و شروع میکنه که از بروزت گوشی برمشید دومت ریاست جمهوری میاد کاری برنامه ریزی میکنه که رای جمع کنه به نفع خودش. خب این از اون که تو هر جنگ و دعوایی هم میشه اگر به اون به جمهور هزار تا رای هم نگیره، شخص مقابل رای گیره، رای میشه برای اون. چون که میگم دست وزارت کشوره، دست خود دولته، روی این حساب خیلی توانی میشه توش. به نظر من خیلی توانی میشه. اصلا مثل همه جای دنیا اصلا باید چی؟ باید از وضعیت برسونم که نظارت در انتخابات دست یه مرجع دیگه بشه. میخواد دست قوه قضاییه باشه، نمیدونم دست این مرجع بشه، اصلا ارتباطی با دولت و رئیس جمهور و مجلس اینا نداشته باشه، یه ارگان جدایی باشه نظارت کنه برای این. تقریبا نمیشه 100% که نه، تقریبا میشه جلوی یه سری از به قول معروف دغلکاری‌ها و کارهایی که ریاستانه انجام میدن با یه لطایف و گیلی هم انجام میدن که اصلا متوجه نشی. از وضعیتون میتونم که اگه میگم این وزارت کشور رو ور دارن از دست رئیس جمهور یا اینکه ناظر بر انتخابات رو یه ارگان دیگه بکنن بد نمیشه، ولی این میشه برای ایران این کار انجام بشه. این صحبت من مبنی بر این نیستش که رأی گیری درست مردم رو رأی بدن، نه. تا زمانی که این نظام و این تشکیلات هست، نظر من اینه که هر کسی معذرت میخوام سوء تفاهم نشه، حتی حضرت عالی که من قبول دارم، چون آقای داور که تاجی سرم قبول دارم، و اگه قرار باشه این نظام باشه خب بخواد انتخابات بشه، نه. چرا؟ چون اول اینی که باید اصل ولایت فقیه رو قبول بکنی بعد بیان اینا باید دهن کناس، پس انتخابات صالح و انتخابات بیطرف زیر نظر سازمان ملل بیر انجام بشه، بعد اون انتخابات خوب و درست. مرسی از ممنونم از تماس. ممنون، مرسی، زدی به هدف، خیلی ممنون. مرسی بیرو برسونم حتی مدلو حدا کنم. ممنونم، بسیار عالی گفتی، مرسی عزیز. کوچیک شام زنو شرط بازم اگه ازدیدیم از مردم خواهش کنم که مردم عزیز یوز زنگیری احتمال داره به هر ترفندی، به هر ترفندی، چون الان مثلا تا آقای خیابانی گزارشگر برنامه ورزشی حالا یکیشو میدونیم تا امثال این هم رفتن کاندید شدن. خب گول یه وقت این ظاهر و این فلان و این بیسار رو نخوا، اینا با هر شکل و شمایلی آدم میارن شروع میکنه برای که مردم برن رأی بدن. هیچکی، خب من از طرف خودم خواهش میکنم که هیچ کسی اون روز حتی برای سر زدن به بچهش به مادرش بیرون نره، مسافرت هم حتی نره، حتی تو خیابون هم نباشه، چون من این دوربینا خیابونه رو نشون بده، شلوغه واسه اینا کافیه، اصلا بیرون نرن. خونه‌هاشون اون روز بشینن. یه جایی ما باید شروع کنیم دیگه، یه جایی باید به قول معروف این چیز مخالفتمون رو برسونیم دیگه. حالا تا حالا انجام نشده، گوش ندن، این سری دیگه این رأی‌گیری دیگه میتونن انجام بدن. بسیار ممنون. این روز بیرون نرن، این ما مخالفتمون رو اینجوری بتونیم برسونیم، چون جای واقعا شاید بگم بیش از 95-96% مخالفن. اون تنگ دست دادن فقط میشن رأس حکومتی ها و اونایی که دارن پرشون میخورن که منافع بقیه همه چه پول داشته باشن، چه
چه گدا باشن که اکثرا هم ندارن، همه مخالف این نظام هم. چون واقعا تنها کاری که نمی کنه واسه مردم کاره، فقط دست تو جیب مردمه. دولت میاد که کمک کنه به مردم، از عوایدی که داره به مردم کمک بکنه، برعکس خودش در میاره کمک کنه این برون بر کشور این برون بر، بعد تازه اسمش هم گوشه دولت خدمتگزار، و دائما دست تو جیب مردمه. این که نشد حکومت کردن، که نشد هنگی یک جام اگه بگی شما تو هم میدن یک جام به این مردم به قول معروف امتیاز میدن، نه تا مردنش هم امتیاز نمیدن، تا مردنش هم قبری که طرف 10 سال پیش خریدن باز اگه امید بمیده 3.5 میلیون تومن دیگه ازش میگیرن تا خاکش بکنن، هیچ تو هم نمیدن. بسیار ممنونم ازت، مرسی مرسی عزیزم، باید برم من، خدا نگهدار. خواهش میکنم، مرسی که زنگ زدید، ممنونم ازت. ایشون خیلی قشنگ گفت این ماجرایی رو که گفت که نماینده و نمیدونم یا اون چهره های محبوب شما، مثلا یه چیزی رو که من باز تعجب میکنم، خیلی از دوستان میگن آقا این آقای رشید پور رشیدیان کیه، گوینده دیدی آقای فردوسی رو دیدی؟ ازشون سوال کن این آقای فردوسی اخبار نمیدونم ورزشی، اون آقای رشید فلانی، اینا از چه کانالی تونستن رد بشن، چه کسی روی قنبل اینها مهر قبولی رو زده تا اینا بیان تو تلویزیون ایران؟ آیا اونایی که بلدن این کارو میتونن برن، یا فقط اونایی که مخلص و چاکر و نوکر این آخونده هستن میتونن برن؟ بعد چه کار کرد؟ باریکله دوستمون خیلی قشنگ، کاش که اسمتون رو گفته بودین که من میتونستم بگم. این دوستمون خیلی قشنگ میگه، میگه که این چهره ها رو میارن که مردمی که از اونا ناراضیان بیان اینجا، اینا هم تا اون آخر میارن بازی میدن، تازه اگه خود اینم انتخاب بشه این یاد گرفته که تو تلویزیون باید نوکر آخونده باشه تو بتونه ماه آیندم کار کنه. مگه یکیش نبود این آقای شومنه کی الان اومده اینجا، سید محمده چیه؟ این فکر میکرد خدا شده، فکر میکرد چون اونجا طرفدار داره الان میتونه حرکت کنه، آمد اینجا دید نه آقا، این آخونده بودن به تو بالو پر دادن، چون که سر مردم رو گرم کرده بودی، چون که همون چیزی که این بانو میخواد، میخواد تلویزیون که نگاه میکنه بگه یه چیزی شد دیگه، یه قری دادن، یه رقصی شد. ولی این نگفت که آقا اینو میارن که شما بگی اوکی اون بعد من به این خوبه رأی میدم، این خوبه هم نوکر اونها هست. دوست عزیز حسن ختام برنامه، بله ممنونم. این دوستمون میخواست صحبت کنه ولی بلد نیست، تلفن رو کرده بود توی دهنش، هر وقت که یاد بگیره پیام بذاره من پیامش رو براتون پخش کنم. ساعت 1:03 است، ما قرار بود 60 دقیقه بریم، 62 دقیقه رفتیم و همینجا ازتون خداحافظی میکنم. این برنامه رو اگر از یوتیوب میبینید، اگر از تلویزیون رنگارنگ میبینید، با شماره تلفنی که الان اینجا براتون میذارم 202 که اریا کد واشنگتن هست 695-2573 با دیگر بینندگان در تماس میتونید باشید، از طریق اینکه پیامتون رو به گوش اونا برسونید. چه چیزی بهتر از اینکه بیای 2-3 دقیقه حرف بزنید؟ تلویزیون رنگارنگ یه سیستمی گذاشته بود چند سال پیش، این داور خیلی این سیستما رو امتحان میکنه، شما میتونستی بری پیام بذاری و پیامت مستقیم حتی پخش میشد، یعنی میشد هر کسی میتونست گوینده برنامه باشه، 2-3 دقیقه میرفت یا پیام میذاشت. در اصل از این امکانات استفاده کنید، اینی که بیان بگیم آقا شما منظورت چیه، من زوری ندارم، شما اگه زوری داری بیا منظورتو بگو تا مردم بگن به به این خانم آقا چقدر خوب صحبت میکنه و ما میخوایم شما بیشتر بیار، شما بیشتر بیا اینها رو وردار ببر برسون به اونجایی که میخوای نمیدونم موفق باشن، میخوای ببریشون روی صلیب، میخوای ببری بالا، میخوای ببریشون توی آتشکده، میخوای ببریشون توی کنیسه یهودیا، ببر. من اگر بتونم به قول شیرازی ها هنونوی کنم، این هنونه نمیدونم اصلا از کجا میاد، اگه هنری داشته باشم خودم رو از این ماجرای زندگی که واقعا هم نمیفهمم سر و تهش چیه بتونم بیرون بیارم. روز و روزگار بر شما دوستان خوب و خوش، تلویزیون رنگارنگ رو حمایت کنید. اگرم برنامه میخواین در تلویزیون رنگارنگ با آقای داور مستقیما تماس بگیرید، اگر میخواین تو این برنامه یه ساعته من با من کلکل کنید و جر بحث کنید و مهمان برنامه من باشید، من مهمانی رو که
مهمان باشه بیاد جلو صحبت کنه، 5 دقیقه 10 دقیقه به عنوان مهمان میای صحبت میکنی، احترامت هم میذارم، من اون موقع ساکت میشم. ولی کسی که میخواد چت باز باشه، این چت باز بیچاره اینقدر زحمت کشید حالا بد شده، همش مجانی مفتخوری کنه، اون رو ما کلمه شرمنده هم نه ازتون عذر میخوایم، نمیتونیم، در صورت تماس بگیرید. ممنون و متشکر. روز روزگار بر شما.